از همه مردم خوب شهرمون بپرسید علامت های یه آدم خوب چیه؟ اولین چیزایی که میگن اینه، میگن مهربان باشه، منظم باشه، خوش برخورد باشه، متواضع باشه. بسیاری از این صفات خوب، مهربانی، برخورد خوب، تواضع، از خودگذشتگی، خیلی از این صفات اگر بدون قوت و قدرت روحی باشه رفقا اصلا ارزش نداره. شاخصی که به ما نشون بده اخلاق ما قلابی درست نیست، شاخصی که نشون بده ایمان ما قلابی نیست، نماز ما نمازی که ابلیس خواند و هیچ فایده ای نداشت نیست، ایمانمون ایمان مستقر به تعبیر قرآن، نه ایمان مستودع. ایمان مستودع ایمانی است که از دست میره. ما اگر بخوایم یه دین سالم، یه معنویت سالم رو یه شاخص برجسته براش قرار بدیم، اخلاق خوب رو یه شاخص برجسته براش قرار بدیم تا معلوم بشه این اخلاق، اخلاق قلابی خوب نیست، اخلاق اصیل خوبیه، شاخص قدرت و قوت روحی میتونیم قرار بدیم. مثلا طرف مهربون بود، تو چرا اینقدر مهربونی؟ تو چرا اینقدر باحیایی؟ تو چرا اینقدر آدم ساکتی هستی؟ تو چرا به همه لبخند میزنی؟ حالا تصور کنید این صفات رو در اثر ضعف روحی داشته باشه طرف، چه ارزشی داره؟ چرا به همه لبخند میزنی؟ میگه میترسم مردم من رو دور بندازن، میخوام عزیز بشم، میترسم مردم عیبای منو متوجه بشن، میخوام جایگاهی پیدا کنم، میترسم. در اثر ضعف اخلاق خوب رعایت میکنه با دیگران. این ارزش نداره. کسی ضعیف بیاد در خونه خدا سجده بکنه، خدا سجده او رو نمیپذیره. شما در ذکر شریف لا اله الا الله میبینید، ذکر شریف لا اله الا الله قسمت اولش یه قلدری توشه، یه قوتی درش هست. لا اله، هیچ خدایی نیست. خب آدم باید زورش زیاد باشه اینو بگه. ما باید جست قیافه لازم لا اله الا الله رو به بچه‌هامون یاد بدیم. لا اله الا الله شعار محکمیه، شعار لطیفی نیست بگی لا اله الا الله. مثل مردنی ها نباید این ذکر رو گفت، باید خودت ماشاءالله یه ابرقدرتی باشی برای خودت. لا اله الا الله چقدر پر میکنه وجود آدم رو. اون وقت شما درباره اصحاب حضرت ولیعصر ارواحهم الله الفدا میبینید اوصافی که برای اصحاب حضرت ولیعصر ارواحهم الله الفدا هست، در رأسش شجاعته، در رأسش نترسی و قدرته. حتی کسانی که یوتعون للمهدی سلطانه در روایات آمده مقدمه میکنن برای ظهور حضرت که از مشرق قیام میکنن، دوباره در وصف اونها هم قدرت و عظمت و شجاعتشون ذکر شده. دین از ابتدا تا انتها آدم رو میخواد به قدرت برسونه، جامعه بشری رو میخواد به قدرت برسونه، جامعه انسانی رو میخواد به قدرت و عزت و شوکت برسونه. قدرت یه موضوع بسیار محوری است در دین. مهمترین شاخصی که سلامت معنوی، سلامت اخلاقی، سلامت ایمان، سلامت دینداری، سلامت روحی و روانی یک فرد یا یک جامعه رو نشون میده قدرتمندیست. انسانهایی که خوب دینداری میکنن تمام دستورات دینی داره اونها رو میرسونه به قدرت، از قدرت عزم گرفته تا قوت قلبی که هیچ خطری دل اونها رو نلرزونه. این افراد قدرتمند یاران حضرت ولیعصر ارواحهم الله الفدا خواهند بود.